سلام و وقت همه شما بخیر بینده های عزیز تلویزیون خورشید، خدا کنند جور ساعت من باشین. برنامه رسم زندگی فرا رسیده و بازم ما در خدمت شما قرار داریم. شما هم ما را تا ساعت 2:30 همراه باشین. امروز هم موضوع خوب را داریم در برنامه. خانواده های عزیز، بینده هایی که همین لحظه ما را میبینن، حتما شما صحبت های ما را تعقیب بکنین. مثل همیش که گفتیم، ما به این کوشش میکنیم صحبت های باشه در برنامه که انشاءالله شما هم در زندگیتان استفاده بکنین، نکات مثبت و صحبت ها مفید و مؤثر تمام شود. در بعض از برنامه هایی که ما برنامه های روانشناسی را که بحث کرده، معمولا ما بیشتر تاکید ما یا موضوعات خانوادگی را بیشتر بحث کردیم. امروز هم یک موضوع خانوادگی داریم. یکی از مشکلاتی که در بیشتر از خانواده ها وجود داره یا شکایت بیشتر از خانواده ها هست، دخالت والدین بعد از عرسی در زندگی فرزندانشان، که معمولا این نوع از شکایت ها هست در بسیاری از خانواده ها. خب خوب است روی این که چرا معمولا بعض از والدین دخالت میکنن نظر به چی دلیل، چی عوامل و بالاخره راه های مهمه که تا بتانیم امو فضا و محیط خانواده را فضای سالم داشته باشیم و یک فضای صمیمی باشن، نه این دخالت ها و همچون مشکلاتی که باعث اصلا پاشیدن نظام خانواده میشه. روی همین موضوع رو صحبت میکنیم. موضوع خوب هست و مهمان را هم با خود دارم. این صحبت ها رو بیشتر با مهمان ما می داشته باشم. استاد مجیب رحمان خپلواک، استاد روانشناسی، امروز در برنامه با ما هستن و استاد از دیدگاه روانشناسی در رابطه با این موضوع صحبت ها رو می داشته باشن. استاد سلام، خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز. سلامت باشین. خب استاد، ما سوال های ما هست، ولی دوستای ما اونا سوال هایی را که در فیسبوک 488 داشتن، سوال های اونا مهمتر است. میخوایم از سوال های بیننده های ما آغاز بکنیم. عبادالله جان نوری اینا سلام تقدیم کردن و گفتن که در هر خانواده معمولا دخالت والدین وجود داره. آیا گفتن منبعش دخالت والدین عروس است یا داماد؟ خیلی مشکل است که یک معیار و محک تعیین بکنیم، به خاطر از اینکه یکی از طرفین من حیث یک عامل انگشت نما یکش انتخاب بکنیم. بله. اما در مجموع یک دید کلی در خانواده ها مطرح است که ای که کدام طرف زیاد به اصطلاح مشکل ساز هست. بله. کدام طرف انواره مورد انتقاد قرار میگیره. خب به هر حال ما میخوایم یک بحث خیلی مفصل و کلی و مجمل بگویم و بعدش باز بریم پیش بریم و سوالات عزیزان ما رو هم جواب بدیم. ببینین، ما در نظام خانواده و در مجموع در روال زندگی ما افرادی هستیم که در واقع ما را از آوان پیدایش ما، از کوچک بودن ما، خانواده در خانواده ما تحت امر و همکاری پدر مادر بودیم. دقیقاً. اینا دیگه از ابتدای آوان زندگی ما را یار و یاور بودن و ما را بزرگ ساختن و از انگشت ما گرفته و راه رفتن ها را بر ما یاد دادن. یکی از عوامل بزرگی که در خانواده ها زیاد این مبحث مداخله و مخصوصا مداخله های منفی در زندگی مشترک مطرح میشه این است که خانواده فکر، مخصوصا پدر مادر فکر میکنن که فرد لیاقت و درایت پیشبرد زندگی خود نداشته باشه. یعنی میزان لازم اعتماد پیشبرد یک زندگی ایدئال بالای فرزند خود نمیداشته باشن. یکی از عوامل بزرگ متاسفانه در اغلب مواقع این باعث میشه. در قسمت دوم مسئله عدم اعتماد به نفس خود والدین بر خودشان است. خودشان یک زندگی ماجرایی را، یک زندگی عقده‌ای را، خودشان یک زندگی پر از جنجال ها را سپری کردن و امروز دچار مشکل هستن. اونا فکر میکنن که آل امو استعداد پیش برده زندگی ایدئال فرزندشون هم ندارن، که در واقع یک ترس بی اساس. استاد، تا یک وقت مثلا فرزندان وقت والدین اونا راهنمایی میکنن، خب بوده من حیث راهنما همه صحبتایشان رو قبول میکنن، اما این دوره که میرسه اگر اونا به مو شیوه خود پیش برن، باز اگر فرزندان میگه که دخالت کردن، آیا اونا به شیوه خود تغییر بدن؟ خب یک مسئله است، یک منطق مسئله ای است که ما هر دو جانبه این قسم اگر یک پندار کلی داشته باشیم، با توجه به تجربیات ما، با توجه به مطالعه جامعه ما ای است، ما منطق مقطعی رو باید مد نظر داشته باشیم. هر مقطع زندگی، هر روال زندگی، هر ستاب زندگی، هر گذار از یک مرحله مشخص زندگی در واقع یک منطق مشخص خود داره. یک دید کلی را ما باید داشته باشیم نسبت به این. اگر قرار باشه که آل فرزند ما در قسمت زندگی مشترک خود میخواد که استقلال داشته باشه، ایجاب نمیکنه که ما هر لحظه در این مداخله داشته باشیم و در واقع تا قسمت های بزرگ بزرگی که بعدش با چالش ها را ما میخوایم سرش اشاره بکنم، آمارگیری ها، تازه که من این طرف میامدم یک آمارم گرفتم
این جنجال هایی که بعد از این اگر ما در واقع این منطقه ما مد نظر نگیریم، هر قسمت زندگی بر خود یک دیدگاه مشخص خود داره. و این که این دخالت ها هم چی است مشنویم از استاد، اما سوال ها هم هست. سمیرا جان، اینا سلام تقدیم کردن و گفتن که چرا در جامعه ما والدین دوست دارن نظر خود بالای فرزندانشان مخصوصا در امر ازدواج تحمیل کنن؟ آها، چند تا عامل کلی را من میخوام اشاره بکنم، ولی کن کوشش میکنم اختصار و مختصر صحبت بکنم. عامل اساسیش امو زندگی اجتماعی خیلی مغلق پیچیده و خانواده های بزرگ بزرگ است، یکی از اساسی ترین عوامل. دوم، مسئله ای که زیاد حائز اهمیت است متاسفانه فقر فرهنگی است. از گذشته ها ما بر اون روال سنتی زندگی کردیم، جامعه سنتی داریم و به لحاظ سنتیش ما درگیر بسیار مسائل و مصائب هم میشیم. بنابراین این مسئله. مسئله سوم که زیاد حائز اهمیت است و ای که ما متاسفانه در عالم بیسوادی و قشر یک قسمت عظیمه بلنست. بله، قسمت عظیمه از افراد جامعه ما سطح آگاهیشون کمتر است. همین باعث میشه که ما حریم خصوصی ها را مد نظر نگیریم، حق انتخاب مد نظر نگیریم، نظر طرف مقابل مد نظر نگیریم و در واقع اونا را اسیر داشته باشیم و اونا را در گرو نظریات و امیال خود داشته باشیم، که این خودش یک از مسائل بزرگ است. و متاسفانه بعضی از فرزندان اگر هر قدر تحت فشارم باشه چیز گفتم نمیتونم، ولی از درونی که بالای اونا چی مگذره نمیدانم. خیلی مشکل است. استبدادگری ها، تحت سلطه گرفتن ها، یا امون نظام حاکم محکوم و برده و بادار، این را میخواین در نظام خانواده حاکم بسازن و پیاده بسازن، که متاسفانه این زیاد جایگاه و کاربرد خود در این اواخر یک مقدار سطح آگاهی ها بلند رفته و خوشبختانه ممنون و مدیون رسانه هاستم، مخصوصا تلویزیون معظم خورشید که در این راستا زیاد تلاش میکنن و این موضوع را اینا کوشش میکنن که خانواده ها را روشن و روشنتر بسازن که در این مسائل جنجال و مصائب کم شد. دقیقا. فرشته جان دانش، اینا هم سلام گفتن و گفتن که چرا در اغلب موارد خوشو با عروس خود برخورد تبعیض آمیز یا حسودانه می داشته باشه؟ موضوعی که بارها بس کردیم و دانا ملتش معلوم چند تا علت علمی شه میخوایم اشاره بکنم. بله، خیر، روی این علت ها میخوایم صحبت ها داشته باشیم. یک وقفه بگیریم چون وقت وقفه است. بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم. موضوع امروز برنامه ما برخورد والدین بعد از اینکه فرزندانشان ازدواج میکنند چگونه باید باشد، دخالت هایی که معمولا وجود می داشته باشد چه پیامد های خود داره. قبل از وقفه فرشته جان دانش سوال پرسیده بودن رفتارهایی که معمولا میان خشوع و عروس است و مشکلاتی که ایجاد میشه، حسادت هایی را که میانشان هست دلیلش را پرسیدن که چرا حسادت ذکر کردن. اتفاقا به لحاظ علمی کاربرد حسادت همینجا جا داره. بله، اساسا یک عقده‌مندی هایی هست که نشأت گرفته و منشأ گرفته از وابستگی است. زمانی که فرد خرد می باشه و کوچک می باشه و دوران طفولیت را میگذرانه، خب یک رابطه عاطفی بین مادر و پسر موجود است. این رابطه عاطفی بالاخره تا حد پیشرفته می باشه که شما میفهمید هر زمانی که یک مسئله تهدید بکنه فرزند را، آنن اولین کسی که در ذهنش تداعی میشه مادر است. مادر با اینمی وابستگی ها زندگی را به پیش میبره و بالاخره مرحله ازدواج پیش میاد و یک کس دیگه میاد در زندگی پسرشان به اصطلاح وارد میشه. در این حالت مادر حس میکنه حسشان ناشی از یک نوع محرومیت است. بله. حس میکنن که من بعد ما او کسی را که تا به امروز بزرگ ساختیم، من بعد دیگه او کسی نیست، محبتایش تقسیم شده. بله. به اصطلاح او دستاوردهایی که داره، او چی به لحاظ مادی و معنوی ایش تقسیم میشه. بله. و بالاخره این باعث میشه که این آدم تمام توجهاتی که بر من داشت من بد نمی داشته باشه. که متاسفانه خب بله می هست دیگه در جامعه یک روال معمول است. وقتی یک کس دیگه در زندگی میه، خب طبعا یک قسمت توجهات ما را ما باید مبذول بداریم برسیم. استاد، در این وقت اساس پس عروس چی کار را باید بکنه تا همون حس را که به طور مثال مادر پسر می داشته باشه، حالا دیگه فکر بکنه این صمیمیت ها هنوز هم وجود داره؟ خیلی خوب، مهمی است که به هر پیمانی که ما من حیث عروس بتانیم با خشوع دیگه به لحاظ اجتماعی، با خشوع هر قدر بتانیم روابط ما را خوبتر و تنگتر بسازیم و از بعضی حرکات اجتناب بکنیم که در واقع امو حس حسادت را بیشتر میسازه، بیشتر اونا را تحریک میسازه. من اتفاقا یکی دو روز پیش یک خشوع پیش ما مراجعه کرده و در این مشوره را میخواست، میگه
تا زمانی که در خانه ما عروس نبود ما هیچ مشکل نداشتیم. حالا که عروس آمده حتی پسر ماش خدا برای من نمیاره، او را طلا میخره به عروس. ما از اینجا این را تشخیص کردیم که یک نوع حسادت هاست، یک نوع بینش های عجیب و غریب است که فرد مادر خودش را محرومتر احساس میکنه. فکر میکنه که هر چیزی که در گذشته بود امروز دیگه اون موجود نیست و پسر مرا از من جدا کردن و اون محبت هایی که در گذشته بود او دیگه از بین رفت. که این حالت میتونه عروس هر قدر رابطه خود خوبتر و تنگاتنگتر با خوشویش تأمین بکنه و تنظیم بکنه، این حسادت ها از بین میره تا بالاخره که شما جا بیفتین. در مجموع یک چیز بسیار مهم است در نظام خانواده، وقتی که دو جوان با هم یک جا میشن و زندگی مشترک شروع میکنن، اول کار شاید یک مقدار مشکلات باشه، اول کار یک مقدار سر و صداها شاید ایجاد شه. بله. و بالاخره بعدها اینا عادت میکنن و این مشکلات از بین میره و بالاخره تفاهم و صمیمیت ایجاد میشه. کی رو باید ما مد نظر داشته باشیم و تشخیص و تفکیک بدانیم. دقیقا. یک بیننده دیگه ما اینا هم سوال کردن، گفتن که مادر پدر خودشان اولادشان را تربیه میکنن، ولی وقتی که برشان ازدواج میکنن او وقت است که مداخلاتشان شروع میشه. خب گفتن اگر گپ از مون مشکلات یا سطح آگاهی شان پایین باشه، خب تربیه هم مادر پدر میکنه، پس چرا این مداخلات هم وجود داره؟ خیلی خوب، چقدر سوال خوب منطقی پرسیدن. گفتن اگر قرار باشه که در آینده ما را از او بکن نکن های ما، از محبت های ما به اصطلاح محروم بسازه، پس حتما مشکل در لحاظ تربیتی مشکل است. بله. ما میره اشاره میکنم به لحاظ تربیتی ما چند تا مسئله مهم مد نظر نگرفتیم. حس کردیم که همواره هم رابطه وابستگی ها را تقویت کردیم، حس کردیم که نظام حاکم و محکوم بر دوادار است. این را به این شکل فرزند ما را تربیت کردیم. در واقع خوب یک اشکال که اگر در رفتار تربیتی فرزند ما است، یک طرف قضیه این به لحاظ احساسی و عاطفی که ما را چقدر وابسته می سازه به موضوع یا به طرف مقابل، بله. یک قسمت دیگه از مسئله است و اینا حق و جانب هستند. این موضوع حالا می خواهیم یک پیام ما بگوییم به مادر و پدران، اگر قرار باشه که ما فرزند ایدئال تربیت کردیم، بناهن ما دیگه متکی به اون تربیت و روش های تربیتی خود باشیم. بناهن این مداخله ها را به عنوان مداخله مغرضانه و مخربانه تا حد اکثر کوشش بکنیم که این را تقلیل بدیم و از بین ببریم. بله. استاد معمولا در زیاد فیصدی زیاد والدین وقتی میخواین پسرشان عروسی بکنن میخواین با اونا یک جا زندگی بکنن، ولی بعض از عروس ها میخواین جدا زندگی بکنن. از همینجا کم مشکلات هم و خیلی جنجال های زیاد هم به وجود میاد. کدامش بهتر است؟ دایی که همون صمیمیت ها از بین نره، این مشکلات هم پیدا نشه، که یک جا زندگی بکنن، جدا زندگی بکنن و بیشتر مشکلات هم در بسیاری از خانواده ها در این قسمت هست. خیلی مهمی است که ما چند تا مسئله را بفهمیم و درک بکنیم. اگر ما طرفدار زندگی مستقل هستیم، بله. چند عامل باید ما مشخصا و منطقی بسنجیم که چند تا عامل است. اگر دیدگاه روانشناسی رو بگیریم، روانشناسی اجتماعی حکم میکنه که به هر پیمانه ای که تعداد و تعدد افراد در خانواده بیشتر باشه، به اون پیمانه تربیت فرزند ایده‌آل تر میباشه و به اصطلاح عقده‌مندی ها کم تر میشه. به هر پیمانه ای که زندگی به اصطلاح منبسط میشه و زندگی به شکل انفرادی و تعداد کم از افراد در زندگی ما وجود میداشته باشه، به اون پیمانه مشکلات و چالش های ما بیشتر میباشه. و روانشناسی میگه که هر قدر تعامل بین انسان ها بیشتر باشه، به اون پیمانه عقده‌مندی ها کمتر میباشه، که منطق داره و این گپشان کاملا بجام است. ولیکن چند تا مسئله دیگه هم است که متاسفانه ایره مد نظر داشته باشیم. یکی از مسائلی که فرار میده عروس از خانه و از زندگی مشترک با تمام خانواده و خانواده خسرش این است که همین مداخله هاست. یک سلسله مسائل و جنجال ها و حسادت هایی که اوج میکنن و گل میکنن در خانواده باعث میشه که این رابطه بر هم بخوره. یک قسمت دیگه ایش است که دو طرف قضیه رو باید مد نظر داشته باشیم. ما من حیث خشویی که دختر ما رو روان میکنیم به خانه بختش، بله. در اونجا دیگه جا نداره که هر لحظه فرمان روایی از ما باشه. دقیقاً. هر لحظه ای بکن نکن ها، چرا کار فلان کس را میکنی، یو وظیفه تو نیست، تو خب پایده اون نیستی، یک سلسله جنجال ها هست. ما چرا این را زیاد میفهمیم؟ به خاطر که در اغلب مواقع پیش ما مراجعین مراجعه میکنم و ما برشان مشوره میکنیم و این موضوع متاسفانه زیاد است. زیاد هم است. و اگر کوشش بکنیم که ما این را مد نظر داشته باشیم که ما دختر ما رو روان کردیم آل بخانی بختش.
تفاهم و جور کردن زندگیش بستگی به چگونگی برخورد خودش داره. که در اونجا چی یک قصر را بر خود آباد میکنه یا چی یک حالت را خودش بر خود ایجاد میکنه. بنابراین در قسمت زیاد و در چندین مسئله ما دیدیم که خوشوی پسر به اصطلاح دیگه مادر دختر، اینا باعث میشن که نظام خانوادگی را مختل بسازه، زندگی دخترش را بر هم و در هم بسازه، که این را توصیه نمیشه. ما کوشش میکنیم در اغلب مواقع این را استقلال برای فرد مقابل بدیم، دختر ما را مستقل بسازیم از وابستگی های خود. حالا که اینجا رفتن دیگه کم کم میره ما وقت بدیم که زندگی خدا خودش بر چه شکل ایجاد کنه، تصامیم خدا بگیره، و تفاهم خدا بکنه. بله، زینت جان صدیق اینا گفتن که موضوع خوب را انتخاب کردین و گفتن در جامعه ما همچون دخالت ها زیاد است، خدا کنه که به همه مفید تمام شه. بله انشالله که مفید هم تمام میشه. سمیولا جان اینا هم سلام تقدیم کردن و گفتن علتش چی است که بعد از ازدواج والدین در زندگی فرزندانشان دخالت میکنن که بس کردن استاد این رابطه. کوثر جان اینا گفتن که چطور میتونیم رضایت فامیل را به خاطر فرد مورد نظر خود جلب نماییم؟ آها، گفه که یک مقدار اگر سر از این موضوع بپیچیم از حوصله برنامه امروز ما شاید بیرون باشه. ما کسی را میخواییم که او را خانواده ما نمیخواه. بله. و در این حالت پیدا کردن راه های منطقی در واقع خیلی هم کلنجار باید بکنیم. خیلی مشکل هم بکنیم. هست. بله. مشکل هم هست. باید زیاد مبارزه بکنیم. ولیکن چند تا مسئله را در مجموع میخوایم به شکل کلیش اشاره بکنیم. اولی که ما یک گفتمان منطقی داشته باشیم. بله. در قالب گفتمان منطقی باید یا ما را قناعت بدن یا ما اونا را قناعت بدیم. چند تا خوبی ها و بدی هایی که دارن لیست بکنن طرف مقابل و شما هم بالاخره با تفاهم برسین. اگر قرار باشه که ایدئال بودن هاش خوب بودن هاش بیشتر میشه و بدی هاش کمتر، یعنی شما برنده هستین. بله. و اگر قرار باشه که یک آدم ایدئال نباشه، یا خیلی واضح بگویم که به لحاظ اجتماعی این مردم ما بفهمن، در جامعه ما یک اصطلاح است کاربرد داره، میگن فلان کس چهار عیب شرعی است. این در خانواده ها رایج است. حالا ببینید اگر قرار باشه که همچون مسائل باشه، خب دیگه جا نداره که خانواده ما اصلا منطق نداره که اونا با اینا وفق بکنن و اونا را با اینا توافق بکنن. مشکل است. بنان اگر مشکل اخلاقی نداره، مشکل سواد نداره، مشکل که به اصطلاح در جامعه یک عیب و ننگ و آر دانسته میشه نداشته باشه، خب منطق هم نداره که اونا هم رایشون مخالفت بکنن. بله. یک بیننده ما اینا تشکری کردن از استاد، گفتن که همیشه وقت در رابطه با موضوعات خوب صحبت میکنن و گفتن که والدین بعد از ازدواج نباید دخالت داشته باشن چون آنها به مسلک و عقاید خودشان زندگی مشترکشان آغاز کرده و به همان عقاید زندگی خیش را به پیش میبرن و تشکری کردن. سلامت باشین. زهره جان هم تشکری کردن از برنامه. اسدالله جان اینا گفتن سوال که دارم از استاد در زمینه ای که چطور میتوان داماد نقش برازنده داشته باشد در هم فکر ساختن مادر و خانمش، یعنی هم اختلافات اونا را کم بکنه. اختلافات را چه قسم میتونه از بین ببرن؟ مشکل است. خیلی مشکل است متاسفانه. باید یک عمر زندگی کنه انسان تا که تجربیات پیدا کنه. خب به هر حال چند موضوع را میخواییم که اشاره بکنم. علم روانشناسی حکم شانی است. هیچ زمان شما اگر بین شوهر و بین خانم و بین مادرتان جنجال جور شده، هیچ وقت توجیه نکنید. به خانمتان نگوین که سنش زیاده است، آدم را شوسلک و سرسفید است، زندگی مشکلات چی که تیر پشت سر بسشتانده. این حالات مشکلتان کم نمی سازه. شما کوشش بکنین که بجای این او توجیهاتتان، بجای این او تبرک کردن هایتان، چالش اصلی را از بین ببینید. این باعث شده نمیتونه که سن زیاد شده و اصلا ما زندگی رو سر کس دیگه جهنم بسازیم. یا حاصل قیاس برعکس، ما که جوان هستیم اصلا گفته ها، امیال و آرزوها و توقعات یک فردی که مسن است در خانه و در خانواده و مشکل هم زمان زیاد میشه که یک عمر فرمان روایی کرده اونجا. دقیقا. ما در خانواده یک عمر فرمان روایی کرده. حالا اگر شما میخواین به یک بارگی تابو شکنی بکنین و علش قد علم بکنین که شما شکستم. بله استاد، یعنی مثلا چون اینا موضوع خوب را اشاره کردن، حالا پسر چگونه
برنامه های خوب داشته باشه، زمانی که نیاز از تصامیم بزرگ بگیره، نه که مثلا طرفداری یک طرفه بکنه و جنجال ها هم بیشتر شود در خانواده. برنامه های درست خوب داشته باشه تا نمانن نظام خانواده از هم بپاشه. ما یک چیز میخوایم در قالب مثال اجتماعی بگویم. ما اگر بخوایم که این مسائل را کم و کم تر بسازیم، این را مد نظر داشته باشیم، مخصوصا زمانی که بین مادر ما و خانم ما میفهمیم که مشکلات و اختلاف نظرها زیاد است. در این حالت ما کوشش بکنیم که هر دو طرف را قسم نگاه کنیم که اینا زمینه تچشان، زمینه گفتمان به اصطلاح به معنای منفیش هیچ ایجاد نشه. گرچه که خیلی مشکل است در یک خانه‌ای که همواره تو محدودیت‌ها رو وضع بکنی، همواره تو باید کنترل بکنی، مشکل است. اما یک چیز ما در مجموع مد نظر داشته باشیم که اگر قرار باشه که ما فرزند خانواده باشیم و بین خانم و مادر ما قرار باشه که مشکلی ایجاد شوه، ما من حیث یک میانجی باشیم که همواره رو در رو مشکل شانده و از طرف این به هر دو طرف قناعت بسیار خوب و اساسی و منطقی فراهم بسازیم. و الا این توجیهات زیاد چی نمی کنه، قبلا اشاره کردم نتیجه نمی تا که ما بگوییم این کار نکو خیر است امروز صبح صبح، اینا زیاد نتیجه نمی ده. و یک چیز دیگر رو می خواهیم اضافه بسازم به لحاظ اجتماعی. هیچ وقت خانمتان را پیش روی دیگر تعذیر نکن که ای باعث میشه که زندگی مشترکتانه بر هم و در هم بسه. بله استاد، دو دقیقه وقت داریم، دو سوال است که از اینا رو هم بپرسم. سوفیا جان اینا سلام تقدیم کردن و تشکری کردن از برنامه. سوفیا جان تشکر از خودتانم. فرید جان گفتن که سلام تقدیم کردن و گفتن که من در قسمت انتخاب همسر با مادر مشکل دارم. مادرم بدون در نظر داشت نظر و توقعات که من دارم برایم هر کس پیشنهاد میکنه که اصلا من دوست ندارم و خواست مادرم هم امین است که انتخابش رو بدون دلیل بپذیرم. خب واضح هست که همچون مشکلات پیدا میشه، چه کار باید من چند تا سوال میخوایم که اینا از مادر خود بپرسن. اگر احیانا برنامه را میبینن من ازشون چند تا سوال دارم. سوال اولی میگه آیا شما فکر میکنین که تمام افراد هر چیزی که دلشان خواست به هر شکلی که باشه؟ نه. البته سوال مشخصا از مادرشان است. اگر مادرشان نمیبینه اینا باز بپرسن. شما این سوال بکنین که آیا هیچ کس منطق از زیر نداره که در زندگی خود چقدر یک فردی ایدئال را وارد بسازه؟ یک. دوم، آیا قرار است طرف مقابل با مادر از اینا زندگی بکنن، عروس مادرش باشه یا امرای از اینا عروسی میکنه؟ بله. این را مد نظر داشته باشن و سوال بکنن ازش. بالاخره خب یک توافق نظر کلی بین پدر و بین مادر و پسر خوب است که داشته باشن، ولیکن اینجا متوجه باشن که قرار نیست ما کسی را بخوایم، کسی را امرش ازدواج بکنیم که او را ما اصلا نمیخوایم و نه هم امرش توافق نظر داریم. بنابراین این سوالا را اگر انشالله شما با یک لحن خوب این نکته ای است که شما آزرده نسازید. کسی که یک عمر شما را محبت داده اونا را با یک شیوه بسیار خوب و عالیش شما دلاسا بکنید و ازش این سوالا رو بکنید. سلامت باشین. دنیا جان فروغ اینا راهای جلوگیری را گفتن، در جریان سوالات بود تو سات روی راهای حل هم صحبت کردن. بله. تشکر از شما استاد. شما بخیر، افیت. سلامت باشین. بیننده های عزیز تشکر می کنم از همه شما از اینکه ما را همراه کردین و دوستان در فیسبوک پیام گذاشته بودین در 488. ان شاء الله پاسخ سوالاتون هم بعد سوالده باشین. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار همه ما شما.